یک هفته باقی با نیمه ماه شعبان، انبوه زائران مشایع خود را سوی شهر مقدس کربلا برای گرامی داشت زیارت شعبانی ادامه می دهند. با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. تنها یک هفته به زیارت نیمه شعبان باقی مانده که مشایع عاشقان اهل بیت علیهم السلام به سمت شهر مقدس کربلا همچنان ادامه دارد و انبوه زائران، موکب‌ها و کاروان‌های پیاده همچنان این مسیر را با پای پیاده به سمت کعبه دلها به مناسبت ولاد امام منتظر عجل الله تعالی فرجه و شریف طی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، موج سیلاسایی از زائران به ویژه جوانان از استانهای جنوبی عراق به سمت شهر مقدس کربلا برای شرکت در مراسم بزرگداشت زیارت بزرگ شعبانی در حال حرکت هستند. در ادامه این گزارش آمده است این زیارت پربرکت مورد توجه و عنایت عاشقان و محبان اهل بیت قرار گرفته و برای تجدید میثاق و اعلام وفاداری به پیامبر اکرم و خاندان پاک او پای در این مسیر نهادند. خبرنگاران ما در ادامه افزودند از دو روز پیش انبوه زائران از استان مثنا به سمت استان قادسیه و از آنجا به سمت شهر بابل در مرز شهر مقدس کربلا در حرکت هستند. آنها همچنین خاطر نشان کردند این مشایع با تصاویری از وفاداری خالصانه، عشق، اخلاص، فداکاری و برادری همراه بوده که شیعیان مشتاق و حسینی را در صحن و سرای حسینی گرد هم می‌آورد. خبرنگاران ما تأکید کردند که فضای راهپیمایی پیاده در میان خدمات رسانی موکب‌های حسینی علاوه بر حفاظت از آنها توسط مسئولان امنیتی به آرامی در جریان بود. دو روز پیش فرماندهی عملیات کربلای مقدس از تدوین یک طرح امنیتی اولیه برای در آغوش گرفتن میلیون‌ها جمعیتی که برای بزرگداشت زیارت بزرگ شعبانی به شهر مقدس می‌آیند خبر داد. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه.